در یکی از سایت های رژیم کثیف و خونخوار اسلامی عکس هایی رو دیدم از شادمانی مردم زاهدان بعد از دستگیری ریگی که در این شهر انعکاس داده میشه. در یکی از این عکس ها کاریکاتوری از ریگی در چنگال عدالت مشاهده میشه که در اون نوشته شده شرور عبدالمالک ریگی در چنگال عدالت. عکس ها همه ساخته و پرداخته خود رژیمه که در سایت کلمه اونها رو گذاشتن، سایت میر حسین موسوی. معلوم نیست هموطن نازنینم از کی، چه موقع، از کجا و تا حالا دست جنایت پیشه دستگاه قضایی که 31 سال قوه قضاییه رژیم جنایتکار اسلامی که امروز به دست برادران لاریجانی اداره میشه، این عراقی الاصل، این 3 حرامزاده، این 3 ولد الزنا، معلوم نیست از کی تا حالا دست جنایت پیشه دستگاه قضایی و صادق لاریجانی دست عدالت شده. اصلا اگر عدالتی در کار بود، که کسی مثل عبدالمالک ریگی سلاح به دست نمی گرفت تا از حق و حقوق مردم محروم شده سیستان و بلوچستان و یا به طور کلی حق و حقوق محروم شده مردم خودش به شکل قهرآمیز دفاع بکنه، مگر چاره دیگری رژیم اسلامی برای ملت ایران در هر گوشه این آب و خاک غیر از مبارزه قهرآمیز و خشونت آمیز باقی گذاشته؟ در کشوری که هیچ گونه آزادی بیان و حق مسالمت آمیز وجود خارجی نداره، چگونه باید از حق و حقوق مردم تحت ستم ایران زمین در هر گوشه و کنار این 1,648,000 کیلومتر مربع خاکش، از کردش، از بلوچش، از لورش، از گیلکش، از فارسش، از عرب اهوازش و به طور کلی ترکمنش چگونه باید دفاع کرد؟ مگر مدنیتی در رژیم اسلامی اشغالگر و قانون اساسی خونالودش وجود داره که بشه باهاش مسالمت آمیز و با نمیدونم مبارزات مدنی رفتار کرد و از خود دفاع کرد؟ مگر همین یعقوب مهرنهاد نبود که برای دفاع از حقوق به یغما رفته مردم بلوچ فعالیت مدنی می کرد، مسالمت آمیز فعالیت می کرد؟ مگر این بلوچ دلاور رو در یکی از میدانهای سیستان جلوی تمام همشهریهاش و تمام دلاوران اون خطه از خاک ایران به دار نیاویختن و برادر 16 ساله او را راهی زندان نکردن و هر روز 15-20-30 نفر به او 1000 بار تجاوز نکردند و هنوز هم در بند زندان گرفتار است؟ اینو میزنم، این حرفا رو برای اونایی که هنوز بعد از 31 سال میگن مبارزه مدنی، بلکه خجالت بکشن. خب وقتی همه راه های مسالمت آمیز رو میبندند، وقتی هیچ گونه جای نفس کشیدن برای مردم نمیگذارند، وقتی در روز روشن به ناموس و شرف و حیثیت یک ملتی حد که حرمت میکنند، واضحه که همه تسلیم و سکوت رو دیگه بیش از این اختیار نمی کنند، سلاح به دست می گیرند و به زبان قهرآمیز جواب می دند. منظور من درست یا غلط بودن استراتژی ریگی نیست، بلکه بازگو کردن سیاست حکومت دست نشانده فاشیستی دینی، تروریست پرور و دکانداران دین است. رژیمی خونخوار، رژیمی جنایتکار، رژیمی جنایت پیشه، رژیمی اشغالگر، رژیمی که
75 میلیون مردم خودش رو امت میدونه، اونها رو گاو و گوسفند و الاغ و گوساله میدونه، اونها رو صاحب حق نمیدونه و میگه نماینده الله روی زمین که ولی فقیهه تصمیم میگیره که اونها کی حرکت کنن، کی بخورن، کی بخوابن، کی حرف بزنن، چی بپوشن، چی نپوشند. هیچ گزینه‌ای و هیچ استعدادی برای پذیرش راه حل‌های مسالمت‌آمیز دیگه باقی نگذاشته. نهایتاً در برابرش دو راه بیشتر متصور نیست بعد از 31 سال، یا تسلیم که بسیاری از رهبران سیاسی ما در خارج از کشور آنچه میگویند یعنی تسلیم، و اطاعت محض، و یا آنچه که من و امثال من میگوییم مقاومت تمام عیار به منظور با شرف زیستن و ولایت وقی و مافیای حکومت اسلامی رو به پایین کشیدن و این ولایت فقی و این دار و دسته رفسنجانی و واعظ طبسی و عسکر اولادی و مؤتلفه و مشارکتی و نمیدونم جرسی و دار و دسته اصلاح طلبان دروغین و دار و دسته نمیدونم اصولگرا و مؤتلفه و مشارکتی و مجاهدین نمیدونم چی و همه این بی پدر و مادرها در هر نوعشون در درون این رژیم همه به همین جوری وصلن مافیایی، اینها به سادگی و به خودی خود پایین کشیده نمیشن. با قربونت برم و دوست دارم و سات افریقا اینجور شد و گاندی تو ایندیا اینجوری کرد و بریم مبارزه های مخملینه نمیدونم اروپای شرقی رو فیلماش رو نشون بدیم و اینا فقط برای حفظ نظامه. این رژیم رو باید پایینش کشید، باید سرنگونش کرد تا وقتی که در حکومت از همه وسائل و از همه طرق برای تحمیل خودش استفاده میکنه و این حماقت ماست و حماقت به معنای واقعی کلمه است که شما تصور کنید. این رژیم رژیم ساوت آفریقاست یا دیکتاتوری انگلیس در هند زمان کلونیزم انگلستان هندوستانه و یا کشورهای اروپای شرقی گاورمنت های اونجاست و یا این مردم اون مردمان هستند. این رژیم به خودی خودش پایین کشیده نمیشه، باید سرنگونش کرد و تا وقتی که در حکومت، تا وقتی که از همه آلات و ابزار برای خونریزی، برای اختناق، برای تفرقه براکنی و برای بحران آفرینی و برای کشت و کشتار مردم ایران میتونه ازش استفاده کنه، خواهد کرد. رژیم برای پایمال کردن حقوق مردم و سرکوب و کشتار ملت ایران چنان که دیدیم از هیچ توطئه‌ای، از هیچ جنایتی و از هیچ شرارتی و از هیچ رذالتی رویگردان نیست. راه حلای 31 سال گذشته رو دیگه باید تو قوطی گذاشت و کوزه ریخ آبش رو خورد. به خوبی میدانیم از توطئه های سیاسیش گرفته، از توطئه های تروریستیش گرفته، از توطئه های جنایتکارانش، قطعهای زنجیریش، قطعهای حفره‌ایش، قطعهای محملیش، قطعهای اصلاح طلبانیش، قطعهای نمیدونم اصولگرایانیش، بدار کشیدنهاش. مگر تجربه 31 سال جنایات این رژیم برای ما کافی نیست؟ اما در این میان فرصت طلبانی تحت عنوان موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی و یک مش حروبزاده با طول سکهاشون در خارج از کشور با رنگ سبز و سایت کلمه و نمیدونم جرس و اتاقهای فکر و این گونه نمایش ها میایند و این گونه عکس ها رو میذارن توی این سایت و تو اون سایت، لابد میخوان دل رژیم رو به دست میارن تا از خان یغما بی نصیب نمونند. و با این همه رژیم کثافت پسمانده پلاسیده آخوندی اونقدر پوسیده و درمانده است که اینگونه خوشرخصی ها نه چارساز رسوایی عالمگیر این رژیمه و نه گره گشای مسائل سیاسی کشور. این رژیم در روز چهارشنبه سوری تجربه ای رو خواهد کرد
که به اهورامزدای ایران هرگز یک روزخان در تمام طول چند صد سال گذشته این چنین تجربه ای رو حس نکرده بودن و این گونه به خودشون نلرزیده بودن. یعنی عاشورا نقطه کوچکی از آن چیزی است که در روز چهارشنبه سوری ملت ایران به نمایش جهانیان خواهند گذاشت. بذارتون عرض کنم که به یاد دارید چند روز پیش تلویزیون های حکومت اسلامی شروع کردن یک سری تبلیغات که چند افسر موساد اسرائیل با پاسپورت های کشورهای مختلف وارد امارات شدن دبی و این گونه مسائل و یکی از رهبران حماس رو کشتن.